پروفسور آندره بدنارک، دکتر محمد دهقانی، سعید عقیقی، یوسف کارگر، حسین جعفریان، مجید برزگر، بهرام دهقان، پیتر موردمان، مهندس سید محمد بهشتی، مهرداد اسکویی، جیپسی چانگ، هادی مقدم دوست، سهراب نوربخش، آرش قاسمی، عبیر هاشم، شهرام مکری، رخشان بنی اعتماد، مهدی جعفری و کاوه سجادی حسینی. 2034، 34مین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران. به نام خدا، خیلی خوش آمدید به 3مین روز جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران و مجموعه نشست‌های تخصصی با عنوان 2034 که شامل 20 نشست تخصصی با موضوعات متنوع هست که در 34مین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران برگزار میشه. از صبح دو نشست داشتیم، یکی با آقای پیتر موردما که در مورد فیلمسازی تک نفره در سینمای مستند بود و همچنین با خانم دانیلا که در مورد صدا صحبت کردن. حالا میرسیم به نشست سوم که عنوانش اینجا هست، عنصر خیال در فیلم کوتاه. من یه کوچولو از یادداشتی که برای این قسمت فرستاده شده قرائت میکنم و بعد دعوت میکنم از استاد بزرگ که قراره راجع به این موضوع برامون حرف بزنن، یه معرفی کوتاه و بعد دعوتشون به روی سن. وقتی از فیلم کوتاه میگوییم از چه نوع اثری سخن میگوییم؟ صفت کوتاه چه معنایی میتواند داشته باشد؟ اگر چنان که متداول است کمی بنگریم، فیلم کوتاه فیلمی است که به علت محدودیت زمانی معمولاً بخش کوچکی از موضوعی بزرگ را به تصویر میکشد. طبیعتاً از چند حالت خارج نیست، یا باید تنها به جزئی از آن بپردازد و به قول معروف از سر و ته آن بزند، و یا اگر بخواهد همه جزئیات را نگاه دارد به ناگزیر باید موضوع را مچاله کرده و به هر جزء سرکی بکشد. در هر دو صورت بیم آن هست که انتقال مطلب به درستی صورت نگیرد و حتی به سوء تفاهم منجر شود. اما کوتاه میتواند معنای دیگری نیز داشته باشد و آن ایجاز است. فیلم کوتاه چون حوزی کوچک است که فرقی نمی کند اندازش چقدر باشد، هر چقدر کوچک به صفت آینگی می تواند آسمان را در خود منعکس کند. لذا فیلم بلند مقدمه ساخت فیلم کوتاه است. پس آن هنگام که از پرگویی خسته شدیم و عزم کردیم که گفت و شنود را کوتاه کنیم، یعنی وقت آن رسیده که فیلم کوتاه بسازیم. یه بخشی از یادداشت بود، کامل نبود چون یه مقدار مفصل‌تر بود با توجه به وقت و این تأخیری که در آغاز داریم، من یکم کاتش کردم، ولی این شاعرانگی متن معلوم بود که متعلق به کیست. متعلق به کسی است که خب من به دنیا نیومده بودم اون زمان، ولی ایشون سمت‌هایی داشتن در اداره سینمای کشور. بسیاری از فیلمسازان بزرگ سینمای کشور حاصل مدیریت دوران ایشونه و مدیریت‌های متعددی که در طول این سالیان و دهه‌ها انجام دادن و خدمتی که به ما جوان‌ها کردن. میشل سیوران جمله جالبی درباره بکت نوشته بود و این بود که هرچه بران بیفزایم از او کاستم. بنابراین من چیزی ندارم به ایشون بیفزایم، چون هرچه بیفزایم از رزومه ایشون، از بداعت و شاعرانگیشون کاستم. بنابراین بدون هیچ مقدمه‌ای دعوت میکنم از مهندس سید محمد بهشتی تا در جایگاه قرار بگیرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک گویی رو تصور بکنید، یک گوی فلزی، کره فلزی که روش رنگ سرمه ای زدند. داخل این کره یک مکعب شیشه ای تصور بکنید. داخل مکعب یک تیله رنگی، حالا اینه دیگه، هر رنگی خودتون دوست دارید بذارید. میشه تصور کرد یا نه این چیزی که گفتن؟ میشه تصور کرد. اما در عالم واقع وقتی که یه همچین گویی بدن دست شما، اگه روشو ببینید توشو نمیتونید ببینید. چه فرقی میکنه اینا با هم دیگه؟ تفاوتشون در این هستش که اون توضیح اولی که من دادم راجع به صورت خیالی این گویه، در صورت این گویه وقتی شما در دست میگیرید، اون گوی رو در واقع دو چیز رو در دست میگیرید، یکی صورت خیالی گوی، یکی وجه مادی گوی. یعنی پس این گوی یه وجه مادی داره، یه صورت خیالی داره. هر چیزی هم، این بطری آب یه صورت خیالی داره، یه وجه مادی داره. میکروفون یه صورت خیالی داره، یه وجه مادی داره. یه چیزهایی هست که به صورت خیالی مربوط میشه، یه چیزهایی هست که به وجه مادی مربوط میشه. مثلا در همین مثال گوی، حالا این گوی رو دستون بگیرید، مثلا یه وزنی داره، اما اون صورت خیالی که تصور میکنید وزن نداره. پس به نظر میرسه که ثقل و سنگینی به وجه مادی مربوط میشه. مثلا پشت و رو داره، هر چیزی یه پشت و روی داره دیگه. حالا مثلا من که اینجا نشستم، روی این میز به سمت شماست، پشتش به سمت منه. طبعا من نمیتونم اون طرف رو ببینم، شما هم نمیتونید این طرف رو ببینید. همونطور که توی اون گوی پشت رو داشت، روش اون فلز سرمه‌ای بود، توش اون مکعب شیشه‌ای بود. اما این در صورت خیالی بود که دیده میشد، در شکل واقعی که ما در عالم طبیعت، در این عالمی که درش به سر میبریم، وقتی که تصورش میکنیم یا در دستمون میگیریم، میبینیم پشت رو داره. ما اگه روش رو میبینیم دیگه پشتش رو نمیبینیم، دستی که توی اون وچه خیالی هر دو روش رو میدیدیم. پس اینی که پشت رو داشته باشه به وجه مادی مربوطه، اینی که پشتش دیده بشه یا دیده نشه به وجه مادی مربوطه. فرض کنید که من میگم نیویورک، میشه تصور کرد نیویورک؟ بالاخره هر کدومتون یه چیزی دیدید از نیویورک، مثلا اون آسمان خراش ها، مثلا یه پل معروف داره اونجا، مثلا مجسمه آزادی، میشه تصور کرد دیگه. بعد میگم مثلا کاشان، دوباره کاشان هم میشه تصور کرد. بعد میگم خب حالا بریم مثلا شانگهای، اونم میشه تصور کرد. فاصله ما با نیویورک خیلی زیاده، اما فاصله ما با کاشان خیلی کمتره. شما برای اینی که به لحاظ ذهنی برید به نیویورک خیلی طول نمی کشه،
همون قدری طول میکشه که برید کاشان، همون قدری طول میکشه که برید شانگهای. پس این بعد مکان هم به چی مربوط میشه؟ به وجه مادی مربوط میشه، نه به وجه خیالی. صحبت از دیروز میکنیم، دیروز میگم دیروز یادتونه که مثلا فلان اتفاق افتاد؟ یادتون میاد. میگیم حالا 10 سال پیش، باز یادتون میاد. فاصله امروز تا دیروز 24 ساعت بیشتر نیست، اما فاصلتون با 10 سال پیش 10 ساله، ولی میبینیم فاصله نداره. این فاصله ها، این بعد مکان و بعد زمان به وجه مادی مربوط میشه، نه به وجه خیالی. یه فیلم رو میبینید، فیلم رو میخواد ببینید، مثلا اگه 100 دقیقه طول فیلم باشه، مثلا میگیم فلان سکانس فیلم، هنوز نرسیدیم به اون سکانس، حالا باید صبر بکنیم 20 دقیقه دیگه به اون سکانس میرسیم. بعدم اون سکانس 4 دقیقه است، میبینیمش، بعدم سکانس بعدی، سکانس بعدی تا 100 دقیقه تموم میشه. حالا تموم شده، میگم که یادت اون سکانس تون دیگه یادتون میاد؟ میگم آها، اون یکی سکانس اونجا که اون مثلا اون اتفاق افتاد، باز بلافاصله یادتون میاد. چه فرقی میکنه اون فیلم بعد از دیده شدن در ذهن شما با زمانی که شما دارید میبینیدش؟ شما وقتی دارید میبینیدش انگار در عالم ماده به سر میبرید، پس این بعد زمان بر شما جاریه. اما وقتی که اون فیلم رو دیدید، حالا صورت خیالی فیلم در ذهن شما هست، انگار این ابعاد همه دیگه کنار میره. شما هر آن میتونید هر جای فیلم رو بیاد بیارید، با جزئیات و با دقت هم میتونید بیاد بیارید، و هیچ هم واسه تو این مشکل پیش نیاد که نه اصلا مطرح نمیشه که آقا این سکانس قبل از اون سکانس بود، اول بذار قتل اتفاق بیفته بعد بگیریم قاتل رو پیدا بکنیم. نه، در صورت خیالی قاتل و قتل و مقتول و همه اینا انگار در آن واحد همه موجودن. یک میز رو تصور بکنید جلوی شماست و روش یه سری اشیا وجود داره، ظرف میوه خوری، یه زیر سیگاری، یه جعبه دستمال کاغذی، یه گلدون گل، چیزهای مختلف روی این میز قرار داره. یه مورچه رو فرض بکنیم روی این میز شروع کنه حرکت کردن، میرسه به لیوان، پشت سرش زیر سیگاریه، روبروش دستمال کاغذیه، پشت سرش گذشته است از نظر اون مورچه، دستمال کاغذی آینده است، هنوز نیامده. انظر مورچه اینطوریه دیگه. اما شما که میز در محضرتون هست، خندتون میگیره از این گذشته و آینده، چون همه اینها در محضر شما هست. میگیم لیوان، بلافاصله توجهتون معطوف میشه به لیوان. میگیم دستمال کاغذی، دستمال کاغذی. نمیگی صبر بکن بذار چهارشنبه بشه تا برسیم به دستمال کاغذی. لیوان هم که دوشنبه بود که ازش عبور کردیم. گذشته ها گذشته، آینده هم که هنوز نیامده. در این عالم زمان یک معنی داره، مکان یه معنی داره، در عالم خیال اینها معانیش تفاوت میکنه. ما حبس در زمان و مکان هستیم، در این عالم هستیم. خیلی وقتا واسمون تصور عالم خیال سخت میشه،
چون خیلی در قفس عالم ماده قرار گرفتیم. یعنی اگه کسایی باشن که صحبت ها یه جوری راجع فردا صحبت کنن انگار که تفاوتی واسهشون نکنه فردا با دیروز، ما تعجب میکنیم چون فردا که هنوز نیومده که. ببینید نسبت ما زمانی که حبس در این عالم هستیم، حبس در مادیت هستیم، مثل همون مورچه هست. شما وقتی از این حبس خارج میشید مثل همون کسی میشید که حالا اشراف داره بر میز، واسه همین خندتون میگیره به اون تلقی هایی که مورچه پیدا میکنه. خب فرقشون چیه با هم دیگه؟ شما تصویری دارید از میز نزدیک به صورت خیالی، در صورتی اون مورچه تصویری داره از میز نزدیک به اون تصور مادی که ما داریم. حالا این یه توضیح خیلی ملموس راجع به اینه که خیال چیه. خیال برای اینه که دیگه تبعیت نمی‌کنه از منطقی که بر عالم ماده هست، و شما می‌بینید که خیلی دست و بالش باز میشه، خیلی دست و بالش باز میشه. میتونه در عالم خیال دریا عمودی باشه، میتونه باشه، در صورتی که در عالم ماده دریا عمودی نمیتونه باشه، حتما باید افقی باشه. چرا؟ بخاطر که قانون جاذبه رو باید مراعات بکنه. شما در عالم خیال دیگه مقیده به قانون جاذبه نیستید. شما در عالم خیال لازم نیستش که منطق حاکم بر قوانین فیزیکی نور رو مراعات بکنید. یعنی هر چیزی سایه‌ای مثلا باید داشته باشه. چرا؟ بخاطر که نور مستقیم حرکت میکنه. میتونید این رو رعایت نکنید. چرا؟ بخاطر که اونجا عالم ماده که نیستش که. نمیدونم به مینیاتورها دقت کردید؟ حالا اگرم نکردید برید دقت بکنید. در مینیاتورها شب وجود نداره. تا حالا دیدید مینیاتوری که مثلا در شب اتفاق افتاده باشه؟ شب وجود نداره. عجیبه که روزم وجود نداره. روز به مفهوم این عالم، چون در این عالم شب اون وقتیه که روز نیست، یعنی خورشید تو آسمون نیست، نه اینه که یه چیزی هست. یعنی شب موجودیت نداره، اونی که موجودیت داره روزه. حالا وقتی روز نیست میشه شب، اما در مینیاتور روز هم وجود نداره. چنانچه در مینیاتور سایه وجود نداره. نورش ببینید هیچ وقت سایه نداره. هیچ کدوم از پرسوناژهای مینیاتور سایه نداره. تو مینیاتور بارون هم نمیاد. برف هم نمیاد. چون فصل هم وجود نداره. اگر شما در مینیاتور درخت هلوی شکوفه کرده میبینید فکر نکنید بهاره، چون کنارش حتما چنار خزان کرده هم میبینید، ولی باز باور نکنید پاییزه. خزان کردن درخت حکایت دیگه ای داره میکنه، همچنان که شکوفه کردنه اون درخت هم حکایت دیگه ای داره میکنه، فرق میکنه با اون چیزی که در این عالم هست. یعنی یک منطق مخصوصی مربوط به خودش داره. اینطور وقتی به موضوع نگاه بکنید میبینید که عالم خیال
عالمی است که چون این قید و بندها رو نداره، اینطوری در زندان قرار نگرفته، در زندان مادی قرار نگرفته، دچار کدورت مادی نیست، واسه همین عالم بسیار وسیع‌تر، عظیم‌تر است در قیاس با عالم ماده. شاهدش چیه؟ شاهدش خیلی چیزا هست، از جمله شاهدش فاصله بین ادبیات هست، ادبیات داستانی هست و فیلم داستانی. یعنی که شما هیچ رمانی رو تا حالا سراغ ندارید که فیلم شده باشه و کسانی که رمان خوندن وقتی فیلم رو دیدن تو ذوقشون نخورده باشه، تعجب نکرده باشه. یه دفعه اون فضا و اون ماجرا و اون شخصیت ها یه دفعه کوچیک نشده باشه. چرا؟ به خاطر اینکه شما در کلام مادیت انقدر کمه که خیلی سریع شما به اون صورت خیالی میتونید راه پیدا بکنید. واسه همینم مثلا شعرها خیلی نزدیک میشن به اون صورت خیالی. اما فیلمسازی بالاخره شما با نور و رنگ و فرم و اینا سر کار دارید. در کلام راحت میشه گفت روز خارجی صحرای محشر میشه گفت. اما وقتی بخواد فیلم بسازید چاره ندارید، بذارید شب داخلی، شب قدر، یعنی کوچیک بشه همه چی که بشه به نمایش در بیاد. بالاخره رو این پرده کوچیک باید این دیده بشه، یعنی دچار کدورت باید بشه. خب پس این نشون میده که عالم خیال خیلی عالم وسیع تر و بزرگتری هست، عالم عظیم تری هست. یعنی ما اگر که کدورت مادی رو از شی خلع بکنیم، در حقیقت کم نکردیم از موجودیت اون شی. یعنی اگه مثلا فرض کنیم از این لیوان ما کدورت مادیت این لیوان ازش بگیریم، چیزی کسر نکردیم ازش، بلکه دازه اجازه دادیم که در ابعاد خیلی وسیع‌تری بتونه عرض اندام بکنه. انگار از زندان آزادش کردیم. برای همین هم هستش که این کار ما شبیه پرده برداریه. یعنی ما پرده رو از روی چیزی انگار که بر می‌داریم. یعنی پشت پرده قوغاست، اون پرده باعث شده ما اون قوغا رو نبینیم، حالا پرده رو کنار می‌زنیم، یه دفعه ابعاد عظیم اون آشکار میشه. از اونجایی که خیال مقید به مختصات مادی نیست، پس دچار اون عوارضی هم که عالم ماده دچارش میشه نمیشه. مثلا چی؟ مثلا در عالم ماده هر چیزی بالاخره یه عمری داره، عمرش به سر میاد. یعنی این گلی که مثلا در باغچه هست بالاخره یه روزی قنچه هست، یه روزی میشه کفه، یه روزی هم خلاصه خودنمایی میکنه، بعد هم یه روزی هم پژمرده میشه و میره. هر چیزی در این عالم ماده بالاخره دچار کون و فساد میشه، اما در عالم خیال چیزی دچار کون و فساد نمیشه. چون کون و فساد شامل حال چیه؟ همون مادیت شیه، نه صورت خیالی شی.
یعنی مادیت شی هستش که فاسد میشه، مادیت شی هستش که مستهلک میشه، مادیت شی هستش که پیر میشه، مادیت شی هستش که خلاصه از بین میره. حالا یه عالمی باشه، یه جایی باشه که این مادیت در اونجا وجود نداشته باشه، خب میبینی عمر جاویدان پیدا میکنه، پایدار میشه، عمرش طولانی تر میشه. هر کسی که میخواد کاری بکنه که عمرش جاودان بشه، خوبه که برای اون کاری که میخواد بکنه اون کارش از جنس خیال باشه. اگه از جنس خیال باشه مشمول مرور زمان نمیشه، پیر نمیشه، کهنه نمیشه. کهن ممکنه بشه ولی کهنه نمیشه، نمیمیره، از بین نمیره. خب میشه فهمید که پس به این دلیله که هنر کهنه نمیشه، تو هنر سر و کار داره با خیال. چون سر کار داره با خیال کهنه نمیشه. یعنی شما یه اثر هنری مال 500 سال پیش وقتی نگاه بکنید میبینید هنوز در قید حیات، هنوز موجودیت، هنوز میتونه با باش ارتباط برقرار بکنید، در صورت که سازنده اون اثر هنری مرده و هفت کفن هم پوسونده ولی اثرش در واقع ماندگار شد. چرا؟ به خاطر اینکه سر و کار داره با خیال. حالا خود خیال هم مراتب داره، یعنی شما مراتب مختلفی میتونید از اون صورت خیالی تصور بکنید. از نازل‌ترین مرتبه خیال که فقط درش ماده وجود نداره، ماده‌ای که دیگه تعلق به این عالم داره، تا اینی که این صورت خیال خیالی در واقع تجرید بشه تا یه جایی برسه دیگه اصلا صورتی باقی نمونه. ما اینو در هنرهای خودمون تمرین داریم راجع بهش، تمرین کردیم و مصادیقی داریم که قشنگ حکایت از این مراتب مختلف میکنه، توی نقوشمون، تو معماریمون، توی چیزهای مختلف این انعکاس داشته. حالا چون به بحث شما مربوط نمیشه خیلی راجبش اگه سوال کردید توضیح میدم، اگه نه که هیچ. ولی برصورت میتونه تجرید بشه تا به مرز بیصورتی در واقع برسه، یا امر کاملا مجرد بشه. خب اگر که از عالم ماده ما این مادیت رو حذف بکنیم، کنار بزنیم، بزداییم، اون خیال آشکار میشه و اینطور ما متوجه میشیم که خیال عظمتش خیلی بیشتر از اون حیثیتی هستش که در این عالم به اصطلاح مشاهده میشه. خب هر چقدر این تجریدتر بشه عظمتش هم اضافه میشه، کوچیکتر نمیشه، چون این راهی هست که از اون شی، اون چیز زدوده نمیشه، یعنی اینطوری بگیم کم نمیشه، اینگاه پرده ها فقط کنار میره. مثل یه آینه شما فرض بکنید که روی این آینه ما کلی نقش و نگار کشیدیم. خب این دیدید آینه هایی که بخار میگیره دیگه چهره شما رو درست نشون نمیده. حالا وقتی پاک میکنید بخار رو، حالا چهره شما رو نشون میده. الان پاک میکنید کم میشه از آینه یا به آینگی آینه اضافه میشه؟ طبعا به آینگی آینه اضافه میشه. یعنی این مراتبی که در خیال طی میکنید تا به اون تجرید برسید، در واقع دارید اون کدورت ها رو کنار میزنید. پس اون شی در ابعاد واقعی تر و عظیم تر داره خودش رو چکار میکنه؟ آشکار میکنه.
حالا اگر خیال یه همچی چیزیه، اثر هنری هم نسبت داره اصولا با خیال، نه با چیز دیگه نسبت داره با خیال، اینه سیر در این عالم میکنه. اگه اینطور باشه اون وقت فیلم کوتاه باید ببینیم که مسئولیتش چیه. این کوتاه یعنی چی؟ کوتاه به صفت مادی میگیم کوتاه، یا کوتاه میگیم از این که میگیم حرف حسابی خیلی توش رود درازی نیست، یعنی بی خود هی کدورت مادی پیش چشم ما نذار، اون لب به کلام رو بگو. یه هنری ما داشتیم در فرهنگ خودمون که به اعتبار اینی که ما در یک تجربه طولانی تاریخی تو این هنر در واقع مهارت پیدا کردیم، میشه توقع داشت که امروز هم اگر که قرار باشه ما کاری بکنیم رجوع بکنیم به این هنرمون، به این تواناییمون. اونم این هستش که ما به لحاظ فرهنگی و تاریخی این هنر رو پیدا کرده بودیم که بتونیم گوهر هر چیزی رو از پس پرده آشکار بکنیم، از قوه به فعل در بیاریم، یعنی این پرده ها رو کنار بزنیم. این هنر رو داشتیم. این هنر رو تو همه زمینه ها داشتیم. ببینید وقتی که در طول تاریخ بشر حیوان اهلی میشه، حیوان اهلی نسبت به حیوان وحشی گوهری است پنهان، یعنی همون حیوان وحشی انگار در ته وجودش یه حیوان اهلی وجود داره که این وحشی بودن مثل یه حجاب اونو پوشونده. حالا اگه ما بتونیم اهلی بکنیم یه حیوانی رو، در واقع انگار اون گوهر رو آشکار کردیم. خب حتما اطلاع دارید اکثر حیواناتی که اهلی شدن در این سرزمین ما اهلی شدن، چون این هنر ما بود. یعنی مثلا بز، یعنی گوسفند، یعنی گاو، یعنی مثلا اسب، الاغ، اینا حیواناتی هستند که اهلی شدن. مرغ، اینا مثلا اهلی شدن دیگه، اینا در این سرزمین اهلی شدن. اگر که شما مثلا گندم وحشی رو تو بیابان ببینید و این قدرت رو داشته باشید که در پس پرده این گندم، گندم اهلی ببینید، حالا کوشش بکنید که گندم اهلی رو از پس پرده آشکار بکنید، یعنی گندم رو اهلی بکنید، یعنی جو رو اهلی بکنید، یعنی درخت خرما رو اهلی بکنید، یعنی برنج رو اهلی بکنید، چون این همه وحشیش بوده قبلا بعد اهلی شده. خب این نشون میده که شما اهل پرده برداشتن هستید، اهل از قوه به فعل در آوردن هستید، اهل دست پیدا کردن به گوهر پنهان در وجود هر چیزی هستید. خب پس همین دلیله که اکثر این گیاهان هم در همین منطقه اهلی شدن، چون شما اهل این چیزا بودید. اگر که در دل سنگ مثلا طلا وجود داشته، در دل سنگ سرب وجود داشته، در دل سنگ معدن این چیزا رفتی طلا یا نه، یه رگست مثلا درش مس مثلا وجود داره، فلزات معمولا تو معدن اینطوری هستن چه خالص نیستن که شما برید مثلا تبر بزنید آهن بکنید، باید اینا لای این سنگا هستن، باید با سختی اینا رو از دل سنگ بیرون بکشید.
خب همه جای دنیا اینا هستن، همه جای دنیا این ذخایر معدنی وجود داره، ولی کی میتونه اینو از دل این بیرون بیاره؟ اونی که هنر از دل یه چیزی بیرون آوردن رو داشته باشه. واسه همینه که اولین جایی که فلز کشف میشه و استخراج میشه باز همین این سرزمینه، چون ما هنر از قوه به فعل در آوردن داشتیم. شما طبعا در تاریخ باستان توقع دارید که در یونان فلسفه رونق داشته باشه و فیلسوف زیاد باشه. در دوران جدید ما توقع داریم که در آلمان مثلا فیلسوف زیاد باشه. اما نه، اینطوریه دیگه، آلمان بیشتر از همه فیلسوف داره. همین توقع رو ما در ایران داریم نسبت به شاعر. این خاطره رو من چند جا گفتم. یه آقایی بود، آقای گریمو، این رایزن فرهنگی فرانسه بود در ایران و فارسی داشت یاد میگرفت. یه شب یه جایی مهمون بودیم، ایشونم بودن، بعد ما بهش فارسی حرف میزدم که فارسیش خوب بشه. ازش سوال کردم که آقای گریمو، شما معادل سعدی توی فرانسه کیو دارید؟ گفت ویکتور هوگو. گفتم من مثلا معادل فردوسی کیو دارید؟ یه فکری کرد، گفت ویکتور هوگو. گفتم معادل مولانا کیو دارید؟ گفت ببین تا صبح هم که بپرسی من فقط میگم ویکتور هوگو، به خاطر که ما داریم صحبت میکنیم راجع به کسی که ادیب باشه، مثلا حکیم باشه، در مقیاس ملی و جهانی هم شناخته شده باشه بنا به آثارش. ما فقط ویکتور هوگو رو داریم. شما تو هر دهتون به اندازه یک کشور شاعر دارید مثلا. راست هم میگه. این شما یه نیشابور رو ببینید چند تا شاعر داره، یه شیراز ببینید چند تا شاعر داره، هر کدوم ببینید، همین تهران ببینید چند تا شاعر داره. یه تولید شاعرمون زیاد. چرا؟ به خاطر اینکه خود شعر چیه؟ شعر از پس پرده بیرون آوردن معناست. یعنی معنای رو شما ادراک میکنید و این هنر رو دارید که اون از پس پرده بیرون بیارید و بیان بکنید. اون معنا چیه؟ اون گوهر است. واسه همینه که ما این همه شاعر داریم. معماریمون رو وقتی نگاه بکنید میبینید باز معماری ما معماری شاعران. جالبه که در دوره معاصر مثلا در عالم سینما ما سهممون در سینمای جهان بازم چیه؟ بازم شاعریه. یعنی سهم شعر سینما به گرده ما گذاشته شده. یعنی خودشون هم قبول دارن. این از آقای مثلا فرهادی یا مرحوم کیارستمی یا دوستان دیگه ای که کاراشون رو در سطح جهانی عرضه کردن توقع شاعری دارن، از ما توقع چیزی دیگه ندارن. این چیزیه که از ما برمیاد و از دیگران به اندازه ما بر نمیاد و ما در واقع در این نمایشنامه جهانی این نقش مال ماست، هیچ کس هم رقیبمون نیست. حالا خوشبختانه داریم راجع به فیلم کوتاه صحبت میکنیم. فیلم کوتاه اگر که ما بتونیم شعر این کوتاه بودن رو بگیم، در واقع حق مطلب رو اون موقع مثلا به جا آوردیم. یعنی فیلم کوتاه اونجایی هستش که شاعری میکنیم بی قید، بی محدودیت. ببینید در خود عالم شاعری، اون شعری که ما عرفاً قبول داریم،
میشناسیم، ما بالاخره قصیده داریم. قصیده مثلا گاهی مثلا 700 بیته. یه چیز میگه قصیده. ما مثلا غزل داریم، ما رباعی داریم، ما منظومه داریم، اما اقسام چیزی داریم در شعر. یه شعرهایی داریم که حتما باید بهانه داشته باشن. ممکنه شاعر خیلی هنرنمایی هم درش بکنه، ولی بهانه میخواد. بالاخره قصیده یه موضوع میخواد. حالا موضوعش یا متن یه شاه یا توصیف یک مثلا جاییه، چیزیه، بهانه میخواد، یه مأموریت میخواد، یه مأموریت فانکشنال میخواد. ولی حالا شما بنا به اون مأموریت حالا شروع میکنید اون هنر مثلا توانایی تکنیکی خودتون آشکار کردن. ما قصیده سراهای خیلی توانمند داریم، خیلی. یه وقت منظومه میگیم، مثلا شاهنامه، شاهنامه یه منظومه است، منظومه حماسی. مثلا هفت گنبد یه منظومه است، یعنی یه قصه ای رو میخوایم بیان بکنیم، یعنی مقید به قصه هستیم. حالا خیلی هم قلم شیوایی داریم، ذوق فراوانی داریم، میتونیم منظومه رو خیلی عالی بیان بکنیم. یه زمانی هستش که ما هیچ کدوم این قید بنده رو نداریم، یعنی فقط مقید به شعر هستیم. اون موقع غزل میگیم. اون موقعی که حتی مقید به این نیستیم که غزل بالاخره نمیتونه مثلا 4-5 بیت باشه، بالاخره 7-8 بیت باید باشه، اما ما نمیخوایم خودمون حتی مقید به این اندازم بکنیم. ما میریم رباعی میگیم. رباعی یک سیلی خیالی معناییه. فیلم کوتاه هم یه همچیزیه. فیلم کوتاه باید خودشو برسونه به مرز رباعی در عالم شاعری. اگه اینطوری بگه باشه، اون موقع فیلم کوتاه به نظر من موفق میشه. یعنی هنرش این باشه که هر چیزی رو موضوع قرار میده بره به اون کنهش، حجابهاش اونقدر کنار بزنه تا بتونه در اندازه یه رباعی بیان بشه، ولی یک جهانی رو بیان بکنه. خب شما میدونید فیلمسازی عرصه‌های مختلفی داره. فیلمسازی هم قصیده داره، فیلمسازی مقاله هم داره، فیلمسازی روزنامه هم داره، فیلمسازی همه اینچ داره داره، همه این حالت‌ها رو داره. اما فیلم کوتاه به نظر من عوض که تبدیل بشه به یادداشت کوتاه، یه مثلا شماره تلفن نوشتن که خیلی کوتاهه، و تبدیل بشه به رباعی. اگر تونستیم در فیلم کوتاه رباعی بسراییم، یعنی یه چیزی همتراز و هم جنس رباعی بگیم، ما حق فیلم کوتاه رو به جا آوردیم، و الا ما ضایع کردیم این حق رو. و اینم مستلزم حقیقتا شاعری هست، مستلزم این هستش که ما در واقع اهل پرواز کردن در عالم خیال بشیم. خیلی متشکرم. خیلی ممنون از جناب استاد سید محمد بهشتی عزیز. خب الان وقت پرسش و پاسخ است. لطفاً سوال‌هایی که دارید رو مطرح بکنید. کسی سوالی داره یا خودم بپرسم؟ فعلاً سوال نیست. یک مبحثی که جناب بهشتی عزیز مطرح میشه راجع به خیال، همواره تفاوت اون با تخیله.
یعنی مرز تخیل و خیال خیلی روشن نیست که حالا ما به این برسیم که چگونه در فیلم کوتاه اجراش کنیم. میخواستم اینم که تفاوت تخیل و خیال رو چی میبینید و حالا چه عناصر اجرایی میتونه به ما کمک بکنه تا اون رو تو فیلم کوتاه خودمون تصویرش بکنه. ببینید، اولا خیال و تخیل از یک ریشه هستن، ریشه هاشون ما هم فرق نمیکنه. تخیل فعلیست که در واقع ما از اون سر میزنه در همون موضوع خیال. شاید درسترش اینه که ما بگیم که تفاوت بین تخیل با توهم چیه، تفاوت بین خیال و وهم چیه. خیال رجوع به یه امر واقع داره، توهم یا وهم کاری به واقعیت نداره. یعنی که شما الان شبا دیدید وقتی میخواید بخوابید یه چیزی تو ذهنتون هجوم میاره، میتونید تصور بکنید که پرنده ها در آسمان هستن، میتونید تصور کنید یه تپه یه بالاش یه درختیه، میتونید تصور کنید هر چیزی، میتونید تصور کنید. یعنی اون چیزی که شما تصور میکنید از عدم به وجود میارید، این موجودیت نداره، توهمه، وهمه. یه زمانی شما نه به امر واقع مراجعه میکنید، یه اتفاقی افتاده، یه موضوعی رو شما باش سر کار دارید، حالا میخواید این موضوع رو، پرده ها رو کنار بزنید تا به اون گوهرش راه پیدا بکنید. این میشه اون تخیل، یعنی میخواید به اون صورت خیالیش راه پیدا بکنید. سوال یکی اینجا گفت شما میکروفون رو لطفاً به این خانم و بعد اون دوتا دوستمون. سلام، مرسی، واقعا خیلی خوب گفتین. یه مسئله هستش، من توی کتابی خوندم توش میگفتش که نفس دوربین عکاسی برای ما انسان ها. چی؟ نفس ما دوربین عکاسی برای ما انسان ها. توضیح دارید در مورد این قضیه یا نه؟ اسم کم خیلی مرتبطه. خب باید قبل و بعدش رو بخونیم، اگه میخوام این منظور اون چیه؟ باید قبل و بعدش رو بخونیم ببینیم منظورش چیه. آره، اما همچنین هم من خب میتونم واسه خودم خیال بافی بکنم. نمیدونی کانتکس ماجرا رو نمیدونی قبل و بعدش. پیرامون همین بحث وهمه که وهم مخرب و این آثار مخرب رو به جا میذاره، اما اون خیال ناب یک بودی از حقیقته که نه تنها مخرب نیست، خیلی هم خوب و سازنده است. درسته. خب تا اینجاش که خودش توضیح داده، چیشو من باید توضیح بدم؟ نمیدونم، فکر کردم باید با شما مطرح کنم این موضوع رو. آها، نه خب چرا نه. ببینید، اینی که شما اگر با یه موضوعی مواجه میشید تأمل در اون موضوع داشته باشید، تأمل، انگار که باید دورش انقدر بگردید تا خود او خورد خورد این پرده ها رو بزنه کنار، شما رو شایسته این بدونه که راز دل خودش رو برای شما بیان بکنه. ببینید، این نکته رو من عرض کنم خدمتون، اینی که ما نمیدونم، حتما اینترنت دارید دیگه، از طریق اینترنت میتونید جستجو بکنید، ده خدا برید ببینید چقدر واژه داره که با دل همراهه، یعنی واژه هایی که ابتداش دله یا انتهاش دله یا وسطش دله، مثل دلانگیز، مثل دلربا، مثل دل به همزن، مثل سنگ دل، مثلا چقدر اینو داره. من این وقت شمردم بیشتر از 100 تا واژه داره. یعنی در زبان فارسی ما بیشتر از 100 تا واژه داریم و اصطلاح داریم که با دل همراه هست. این دل چیه که ما اینقدر باش سر کار داریم؟ هر چیزی رو میخواییم راه به دلش پیدا بکنیم، میخواییم از طریق دلمون بهش راه پیدا بکنیم. این یعنی همونی که ما نگاهمون میخواییم نگاه شاعرانه باشه. هر موضوعی که پیش روتون میذارن، موضوع قرار میدید واسه کار، باید راه به دلش پیدا بکنید.
و این ممکن نیست جز اینی که شما از راه دلتون بهش راه پیدا بکنید. و اینطوری وقتی نگاه بکنیم به موضوع، یعنی که آن چیزی که پیرامون ما داره اتفاق میفته، این نفس ما یا دل ما، اینطوری بگیم دل ما، در واقع اونجا هستش که این سایه ها برش میفته. حالا ما رو اونا شروع کنیم تأمل کردن، چون میخوام راه به دلش ببریم دیگه. از راه دلمون میخوام راه به دل اون موضوع ببریم. بسیار عالی. خب سوال بعدی شما بفرمایید. سلام. من یه مقدار با مثال هایی که زدید و رابطهش با خیال پردازی یکم مشکل دارم. مثلا برای شاعرانگی شعر نو هم داریم و این فکر کنم ارتباط بیشتری با برای منی که مثلا خیلی با شعر کلاسیک رابطه ندارم و اینکه یه نوع تو اون قالب‌های شعری یه نوع دست و پاگیری وجود داره که با خیال پردازی به نظر من یه مقدار متضاده. وقتی از خیال صحبت میکنیم به نظر من هیچ حد و مرزی رو نمیتونیم براش متصور بشیم. بخوام یه چیزی اینجا آیدم بشه که به درد من فیلم ساز فیلم کوتاه بخوره و چجوری تخیلمو میتونم به بهترین شکل در اختیار فیلم نامم قرار بدم. مرسی. لطفا میکروفون رو تا اون موقع برسونید به اون دوستمون تا استاد جواب. ببینید حالا دعوای بین شعر نو کهنه را نندازیم. من خودم یه روزگاری که جوانتر بودم و اهل یه رو شعر بودم بیشتر همین شعر نو میگفتم، ولی این رو میخوام خدمت شما عرض بکنم که شعر شعره، فرق نمیکنه چه نو چه کهنه. گاهی اوقات اون چیزی که بهش میگن شعر از شعر بهره برده، گاهی اوقات هم بهره نبرده. و اینم باز مهم نیست نو باشه یا کهنه باشه، میتونه نو باشه بی بهره از شعر باشه، یا کهنه باشه اونم بی بهره از شعر باشه. چون این قیدهایی که شما میفرمایید، این قیدها شعر نو هم واسه خودش قید داره. فکر نکنید شعر نو هیچ قیدی نداره، اونم قید داره، چون بالاخره قراره که به گوش شما شنیده بشه دیگه، شما باش بتونید ارتباط برقرار کنید. در شعر نو هم شما موسیقی دارید، موسیقی کلام دارید و باید موسیقی کلام باید مراعات بشه، ولی جنس موسیقیش ممکنه تفاوت بکنه با جنس موسیقی که در شکل شعر کلاسیک دارید. نکته دیگه که هست اینه که ببینید ما متاسفانه خیلی شعر داریم، کهنه دارم میگم، شعر کلاسیک داریم و متاسفانه خیلی کم خوندیم. چقدر میگه شما خوندید که میگی که من نمیتونم باش ارتباط برقرار بکنم؟ چیزی نخوندیم. اینجا کسی هستش که همه گلستان رو خونده باشه؟ یه نفر. اونم شاعرانگیه. خب نداره خب اون نه آخه باید ببینیم تلقی شما از شاعرانگی چیه. فانتزی هم جزء همون شاعرانگیه. شما فکر میکنید که همین بیان فانتزی مثلا ما در ادبیات خودمون نداریم؟ چرا نداریم؟ یعنی یه خوره ما کم میشناسیم هنر خودمون و فرهنگ خودمون رو. من حالا از شما رو عرض نمی کنم، شما انشالله که حتما مطالعاتون زیاده. من تو عالم معماری که خودم رشتم هست عرض مثال میزنم. ببینید ما تقریبا از زمانی که بشر یک جانشین شده ما اثر معماری داریم تو ایران، یعنی از 10,000 سال پیش اثر معماری داریم تا هم امروز بلا انقطاع. بعد میبینیم که یه دانشجوی معماری پیدا میشه میگه من با این معماری گذشته خیلی ارتباط برقرار نمی کنم.
خود پدرت بیامرزه، تو چی دیدی که میگی ارتباط برقرار نمیکنم؟ ما همه کتاب هایی که داریم راجع به تاریخ معماریمون که خارج نوشتن، ایران نوشته، همین رو نوشتن، کلن رو هم 700 تا بنا رو بیشتر توش معرفی نکردن، در صورتی که ما تخمین میزنیم که چیزی بیش از 1,000,000 بنای تاریخی در کشور داشته باشیم. 700 تا کجا؟ 1,000,000 کجا؟ بعد اون میگه من راجع به معماری ایران قضاوت میکنه، بالا میکنه، پایین میکنه، چی میکنه؟ یعنی یه خورده تواضع بیشتری باید نشون بدیم، خضوع بیشتری باید داشته باشیم. تمام شعر معاصر ما چیزی نیست در برابر ذخیره‌ای که ما بون شعر ادبیات داریم تو فرهنگ خودمون. بعد اینو ما کفشو سنگین‌تر از همه اون قرار بدیم. خب یعنی مثل که اصلا متوجه نیستیم داریم راجع به چی داریم صحبت میکنیم. یه خورده میخوام بگم که ما بی خود نیستش که بگیم ادبیات، میدونی واژه ادبیات به کار میبریم، نه حروفیات. لیترچر ما ترجمه میزنیم چی؟ ادبیات دیگه. لیترچر یعنی حروفیات، در صورتی ما میگیم ادبیات. ادبیات یعنی ادب ورزیدن، یعنی گلستان رو به عنوان یک نحو ادب ورزیدن در برابر یه امری میگیم، شاهنامه رو یک نحو ادب ورزیدن میدونیم. خب ادب ادب یعنی باید ادب بورزیم در برابر ادبیات ما. اینطوری با تیپا زدن یه خورده بی‌انصافی. من یادم میاد جناب مهندس این مسئله مرئی و غیر مرئی رو اولین بار اکوان دیو فردوسی آشنا شدم. خیلی جالبه که این مسئله ویزیبل و اینویزیبل که اینقدر توی مقالات خارجی ها یه مدتی خیلی بولد شده بود، در اکوان دیو فردوسی خوش سخن هست واقعا. یعنی اون دیوی که میتونه غیب بشه، این خیلی بی‌نظیره به نظرم. این یه آشنایی بود برای خود منم، جالب بود. اصلا فکر نمی‌کردم ما توی ادبیاتمون شاید یه زمانی به این مسئله هم کسی اصلا پرداخته. شما کوتاه بفرمایید که به این خانم بعد برسیم و به بقیه دوستانی که هستن، فقط کوتاه که برسیم چون کلن 10 دقیقه وقت داریم. جناب مهندس خسته نباشید، ممنون از توضیحاتی که دادید. اینجا جناب مهندس. جناب مهندس، چون در مورد تاپیک موضوع این جلسه بحث عنصر خیال بردازی یا خیال در فیلم کوتاه بود، شما یه جمله‌ای در حرفاتون بود، خلاصه حرفاتون این بود برای من که سراییدن رباعی، یعنی ما در فیلم کوتاه مجبوریم از این تقلید بکنیم و از این راه یک فیلم خوب برسیم. روشش رو یا میشه گفت ابزار چجوری؟ خب توی شعر ما قلم استفاده میکنیم و یک ذهن، توی اینجا و از سند مثل دوربین، فیلمنامه و و اینا رو در امتداد هم قرار دادن. یه مقدار اگه دمارش بگید ممنون میشه. شما خودتون در امتداد گذاشتید دیگه، یعنی گفتید اونجا قلم و کاغذ هست، اینجا هم دوربین و حتما مثلا. نه روش اجراییش، حالا اون پیشنهاداتی که شما میتونید بدید عنوان کسی که حالا در مورد این تاپیک. مگر شما رباعی میدونید چطوری میگن؟ که من بگم مثلا عین اونه؟ خب قطعا اون نیاز داره. خب شما داری لغات ببینید، مثلا آشپزی نیستش که من بگم که اول بعد انقدر گوشت بگیرید بعد چیکار بکنید کباب درست بکنید، که یه جو اهلیتی میطلبه. شما باید اهل شاعری بشید، شما تربیت بکنید خودتون رو. ببینید ما دو تا، من ببخشید این ممکنه یه خورده طولانی بشه ولی این لازمه بدونید، ما دو وقتی صحبت از تربیت میکنیم دو تا الگوی تربیتی داریم. یه الگو اصطلاحا هم بهش میگیم پرهیختن. پرهیختن اون چیزیه که از ریشه پرهیز میاد، همون چیزی که بشکیم تقوا، یعنی که همون چیزی تو مدرسه به ما یاد میدن، تو خونه به ما یاد میدن، جلو بزرگتر پاتو دراز نکن، سلام بکن، این کارو نکن، اون کارو بکن، این کارو نکن، اون کارو بکن، که تربیت میشیم که بتونیم
تنظیم بکنیم مناسبات خودمونو در جامعه که داریم زندگی میکنیم. این یک نه، این یه چیزیست که آموختنیه، همه هم میتونن یاد بگیرن، مربی هم بالاخره هم اجتماع مربیه، هم خانواده مربیه، هم معلم مربیه، مربی داره، ولی اینجوری اینقدر فراوان مربیش. این یک نفع تربیت شدنه که جنبه عمومی هم داره. یه نفع تربیت شدن دیگه داریم که اون عنوانش فرهیختنه. فرهیختن جنسش با پرهیختن فرق میکنه. توی همین گلستان سعدی وقتی شما میخونید، اونجایی که صحبت از گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم، این اشاره به پرهیختن داره. یعنی گل هم میتونه در اثر همنشینی خوشبو بشه. اما اونجا یه صحبت از فرهیختنه، میگه عاقبت گرگ زاده گرگ شود گرچه با آدمی بزرگ شود. یعنی اگر که گوهر نداشته باشه فرهیخته نمیشه، و اگر گوهر داشته باشه، گوهر در اثر ریاضت و صیقل زدن در حقیقت اون گوهر آشکار میشه، اون گوهر تلألو پیدا میکنه. یک کتابی هست منسوب به میر عماده، ولی مربوط به میر عماد نیست، منسوب بهش، به اسم آداب المشق، خوشنویسی میخواد یاد بده، تعلیم میده، میگه که چطوری قلم رو دستون بگیری، چطوری بتراشید کاغذ، چطوری چکار کنید، همه اینو میگه. بعد میگه که سه تا مشق داریم. مشق نظر داریم، یعنی دیدن خطهای خوش تا چشممون عادت بکنه به یعنی که خط خوش چیه. مشق نظری بهش میگه، مشق عملی یعنی دستمون عادت بکنه، سرمشق بگیریم از استاد. و بعد میگه مشق خیالی. مشق خیالی یعنی اونی که خودمون حالا شروع بکنیم خط نوشتن. همه این آداب و اینا رو که وقتی آموزش میده، آخرش میگه که خب ایناش که میشد گفت گفتم، اما خب خیلی درس های دیگه هم هستش که اونا زیر دست مربی باید یاد بگیرید، اون دیگه از جنس فرهیختنه. تو اینجا هم همینطوریه، در جنس فرهیخته. بسیار عالی، بریم سراغ این خانوم. استاد خیلی استفاده کردم و واقعا لذت بردم از صحبتتون، ولی سوالی که دائم تو ذهنم بود، نزدیک بگیرید، سوالی که دائم تو ذهنم بود داشتین شما صحبت میکردی این بود که من بارها از چندین فیلم نام نویس شنیدم که ادبیات فارسی ایران در واقع یک جور انتزاع داره که خیلی ذهنیه و خیلی نمیشه دراماتیک بشه. یه وقتایی خود من وقتی درگیر میشم این حسو دارم که البته یه سریاش تبدیل به تصویر برام میشه، ولی میگن افراد یعنی زیر سوال میبرن که این مال درونیه، مال توه و شاید مخاطب ادراک نکنه، در حالی که یه سری فرمای بنیادینه، یعنی اگر گوهر باشه باید فرم بنیادین باشه و فرم بنیادین رو باید دیگران متوجه شن. برای من شما داشتید صحبت که بارها این به ذهنم رسید که آیا از نظر شما این مسئله به چه صورت دیده میشه، اینکه یه مقدار توضیح بدین در این مورد که در مورد آثار انتزاعی مثلا عقل سرخ وقتی میگن نمیتونیم نوشته، نمیتونم چیزی ازش درام نمیتونم در بیارم چون انتزاعی، یک فیلمنامه نویسی که سالها نوشته این رو میگه، دقیق داره چی میگه و چرا من ادراکش نمی کنم؟ به عنوان کسی که رشتم تصویری بوده و فیلمنامه نویس نبودم و تازه شروع کردم، یه جورایی میخوام در مورد ارتباط خیال با در واقع خیال و انتزاع و اینکه چطور یه جاهایی باید درام بشه اگر محبت کنید صحبت کنید. خیلی ممنون. اون میکروفون رو لطفاً عرض میکنم خدمتتون که ببینید ما باید ببینیم که منظورمون از دراماتیک چیه، دراماتیزه کردن چیه. اگر که اون چیزی هستش که در غرب اتفاق افتاده، مثلا در رمان اتفاق افتاده، رمان غربی اتفاق افتاده، اون چیزی که در نمایش غربی اتفاق افتاده، اتفاقا خود غربی ها میتونن این کارا رو بکنن،
چنانچه اومدن سراغ بالاخره هم ادبیات ما هم ادبیات هند جاهای دیگه و تو نمایششون توی سینماشون رو وارد کردن. یعنی میخوام بگم جواب شما این هستش که میشه، اما حالا آیا درسته که ما این کار رو بکنیم؟ اینم سواله. آیا ما در واقع به این ترتیب چیزی اضافه کردیم بهش یا از موجودیتش کاستیم؟ ببینید، ما اگر که این رو متوجه بشیم، ما وقتی صحبت از روایت میکنیم، روایت اتفاقا ادبیات ما شهادت میده که ما روایتگرای توانایی بودیم و روایتگرای توانایی هستیم، اما به ترتیب